بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما منتظر أرواحنا له الفداء. وقال عليه السلام: فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره و قلت مقدرته و کسرت عجزه و عظیم حاجته الى ربه فی طلب طاعته و الخشیت من عقوبته و الشفقت من سخته فانه لم یأمرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح. موضوع بحث 13 بخش از نامه مبارک مولا بود. باز قبل از آنی که وارد ادامه تفسیر این بخش بشوم، یکی دو تا از سوالات رو جواب عرض کنم. یکی دو نفر از آیون نامه نوشته بودند و سوال کرده بودند که شما گفتید که انسان محدوده، خداوند نامحدوده، پس کنه ذات خدا برای این انسان محدود نمی شود درک بشود و معرفت کنه ذات خدا برای هیچ انسانی حتی پیغمبران ممکن نیست. سوال کردن پس این روایاتی که می گوید خدا را نشناخت جز من و علی و فاطمه یا تعبیراتی از این قبیل چرقم با این حرف سازگار است؟ و همچنین روایتی که میگوید لو کشف الغطا مزدت و یقینا، اگر پرده ها کنار برود ایمان علی افزوده نمی شود، آیا با این حرف سازگار است؟ سوالاتی از این قبیل و مانند اینها یه جواب داره و اون این است که در تمام این حدیث اشاره به مقدار معرفت ممکن برای انسان شده. یه مرحله از معرفت الله از استعداد انسان خارج، غیر از خدا نمیداند. اون حد از معرفت در این روایات مطرح نیست. اما یه حدیث برای انسان ممکنه. پیغمبر اکرم علی علیه السلام، فاطمه زهرا به بالاترین حد مقدار ممکن رسیدن. تکرار میکنم، معرفت این بزرگان در بالاترین حد ممکنه، اما یه حدی غیر ممکن است برای مخلوقات. جز ذات خدا احاطه بکنه ذاتش نداره، اون خارج از این بس. اما آخرین حد ممکن برای این اولیاء الله ثابته و برای اونها معلوم. سؤالی هم خارج از این بحثه سؤالی کردن درباره بسیاری از هندوهای بت‌پرست. عده‌ایشون عقیده دارن ذات خداوند یگانه است، پس چرا حیوانات رو می‌پرستن؟ اونها رو شفیه بردر درگاه خدا می‌دانن یا سمبل و مظهری برای خدایانشون می‌دانن، یعنی ملائکه می‌دانن. مثلا از نظر اسلام چه حکمی دارن؟ جواب این است که ما کفار دو قسم می‌کنیم، کتابی و غیر کتابی.
کسانی که عقیده به خدا دارن و تابع یکی از کتابهای آسمانی هستن احکام خاصی دارن. بعضی از علما اونها رو پاک میدونن ولو مشهور نجس میدانن. احکام اهل ذمه بر کفار کتابی بار میشود. اما کسانی که اهل کتاب آسمانی نیستن ولو موحدن، ایمان به یگانگی خدا دارن ولی کتاب آسمانی ندارن، تورات، انجیل یا مانند آن برای اونها نیست. اونهایی که عقیده به یگانگی خدا دارن اما کتاب آسمانی ندارن مشمول حکم سایر کفارن، یعنی کافر اهل کتاب محسوب نمیشن. اونهایی هم که اهل کتاب پاک میدونن اینا رو پاک نمیدونن. اونهایی که احکام اهل ذمه قائلن، که همه قائلن، برای این گروه قائل نیستن. پس هندوهای بت پرست مانند سایر کفارن، اهل کتاب نیستن. و اما مسئله پرستش حیوانات و گاو و امثال اینها رو شفیع دانستن، خب این همین بت پرستان جاهلیت. اونها هم نمی گفتن این بت ها اللهه، بت ها رو خالق عالم نمی دانستن. در زمان جاهلیت بت ها رو خالق عالم نمی دانستن، می گفتن خالق عالم اللهه، خالق ما اللهه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. پس چرا بت‌ها رو می‌پرستید؟ می‌گفتن هؤلاء شفعاءنا، شفعاءنا عند الله، اینا شفیع درگاه خدا هستند. اصلا بت‌پرستی همینه. حالا اونا گاو رو شفیع بدونن، حیوانات دیگر شفیع بدونن، بت‌پرستان عصر جاهلیت سنگ و چوب و بت لات و عزا و هبل رو شفیع بدونن، تفاوتی نمی کنه، همه بت پرستند ولو اینکه خالق ندانند بت را، بلکه شفیعان درگاه خدا بدونن یا سمبل خدایانشون بدونن. خب این دو تا سوال جواب به عنوان سوالات باقی مونده، یه مقدار دیگه هم هست، این دو سه روز باقی مونده انشاءالله صحبت خواهیم کرد. برگردیم به بحث نهج البلاغمون. بحث در فراز 13 بود. نظر مبارکتون است. اساس این فراز و این بخش مسئله توحید و صفات الله و معرفت الله بود. منتها در این بخش 3 نکته است. یه نکته بیان توحید و دلیل توحید و صفات خدا، 2 نکته باقی مونده برای امروز. همونطوری که اون روز هم عرض کردم، اساس اسلام بر توحیده. اصلا توحید ریشه تمام سعادت هاست و شرک ریشه تمام بدبختی هاست. یعنی تمام نیکی ها به توحید و یگانگی ذات پاک خدا و صفات و افعال او برمیگرده و تمام رذائل و گناهان به یه معنا به شرک برمیگرده. منتها شرک 2 رقم بود، شرک جلی. شرک جلی اون شرک مشرکان عرب بود، شرک بت پرستان هند، شرک مسیحیانی که قائل به خدایان سگانه هستند، ابو ابن و روح القدس. شرک مجوسی هاست که یزدان و اهرمن قائلن، اینا جلیه آشکاره. ولی شرک خفی شرکی است که در میان مسلمین هم ممکنه پیدا بشه. حالا من یه حدیث برای شما بخوانم تا ببینید هر گناهی مطابق این حدیث نوعی شرک است. حدیث از امام باقر علیه السلام در تفسیر
اون آیه 106 سوره یوسف که می فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی غالب مردمی که دم از ایمان و توحید می زنن اگر اعماق قلبشونو بشکافی مشرکن. امام علیه السلام، امام باقر، مطابق این روایت در تفسیر این آیه فرمود شرک و طاعتن، شرک و طاعتن ولیس شرک عباده، یعنی این شرکی که قرآن در آیه 106 سوره یوسف میگه، میگه مردم مشرکم، این شرک شرک طاعته نه شرک عبادت. شرک طاعته نه شرک عبادت یعنی چی؟ یعنی معنیش این نیست که اینا مقابل بت سجده میکنن، نه، مسلمانانی که ما میبینیم هیچ کدام مقابل بتی سجده نمیکنن. پس چرا شرک طاعته؟ شرک طاعت چیه؟ میفرماید اینها در واقع اطاعت شیطان کردن، به جای اینکه اطاعت خدا کنن معصیت کردن، و هر معصیت کاری مطیع شیطانی، هر مطیع شیطانی شرک طاعته. دقت کنید، والمعاصی التی بنا و هی شرک طاعت اطاعوا فیها الشیطان، معاصی که مردم انجام میدن، گناهانی که مرتکب میشون، اینا شرک طاعت است، اینا اطاعت کردن دمان شیطان را. فاشرکوا بالله فی الطاعه لغیره، شریک و همتایی برای خدا قرار دادن در مسئله اطاعت. ببینید مسئله واضحه، شاخه های توحید، توحید اطاعت، تنها باید خدا را اطاعت کرد، غیر خدا احدی اطاعتش بر ما لازم نیست. اطاعت پیغمبر هم اطاعت خداست، اطاعت امام هم اطاعت خداست، اطاعت ولی فقیه هم بما انه اطاعت امام است و اطاعت امام اطاعت پیغمبر و اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، برای ما مطرحه. اطاعت پدر و مادر هم به فرمان خداست. پس تنها کسی که باید اطاعتش کرد خداست. حالا اگر من اطاعت هوای نفس کردم، آمدم هوای نفس هم و همتای خدا قرار دادم در امر اطاعت، اگر اطاعت شیطان کردم، شیطان و همتای خدا قرار دادم در مسئله اطاعت، پس همه اینها سر از شرک بیرون می آورد. قرآن مجید می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم، آیا من با شما عهد نکردم عبادت شیطان نکنید؟ دشمن آشکار شماست. عبادت یعنی چی؟ یعنی اطاعت. خب شما عهد بستی با خدا که اطاعت شیطان نکنی، تنها مطیع فرمان خدا باشی. اگر چنین است، هر معصیتی که انجام میدهی نوعی انحراف از توحید و تمایل مسئله شرک. ما یه حدیث داریم، مضمون حدیث این است من اصغا الى ناطق فقد ابده، یعنی هر کسی گوش بدهد به سخن یک سخنران عبادت او کرده، یعنی گوش بده که سخنانشو بپذیره، این عبادت. فین کان ناطق یعدی عن الله فقد عبد الله، اگر اون سخنگو از خدا سخن میگوید، این که گوش به سخنانش میده عبادت خداست. ان کان ناطق یعدی عن الله فقد عبد الله، و ان کان
فقط ابدا شیطان. اگر اون سخنگو از شیطان سخن میگوید، این کسی که گوش به حرف او میدهد عبادت شیطان کرده. یعدی یعنی اونی که در ذهن منه، من از حفظ میخوانم، یعدی عن الله یعدی عن شیطان، با ینتقم از اونش فرقی نمی کنه. البته این رو من در جلد 18 وسائل یادم از دیدم، الان آدرسشو نمیتونم بگم، ولی حدیث قبلی رو آدرسشو یادداشت کردم، حدیث امام باقر اصول کافیست، جلد 2 صفحه 292. اون حدیث معروف رو هم که از پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم است فراموش نفرمایید. اینم در دارالانوار جلد 72 صفحه 93 حدیث اینه: الشرک اخفا من دبیب نمل. روایت به عبارات مختلف نقل شده. این روایت که من میگم عبارت چینه؟ الشرک اخفا من دبیب نمل علا صفاتن بصد علا صفاتن سودا فی لیلتن ظلماء. شرک پنهان تر است در اعمال و افکار انسان از حرکت مورچه بر سنگ سخت و سیاه در شب ظلمانی. اگر در شب تاریک و ظلمانی سنگ سخت محکمی باشد و سیاه رنگ مورچه روی اون حرکت کنه، اصلا به چشم دیده نمیشه، خود مورچه به زحمت دیده میشه. اونم شب تاریک ظلمانی، اونم روی قطع سنگ سیاه. فرمود شرک در اعمال افکار انسان مخفی تر از این است. حالا ببینید چقدر مسئله باریکه، چقدر پاکسازی فکر از آثار شرک کار سنگین و سختی هست. هر توجه به غیر خدا شرک. اگر من معتقد باشم روزی من توی این مغازه است، روزی من دست این مشتری است، روزی من توی این زمین کشاورزیه، روزی من توی این معدنه، روزی من توی این تجارتخانه است، اگر من در اعماق قلبم این طور عقیده داشته باشن، نوعی شرک. رازق فقط خداست. اگر من معتقد باشم فلان کس میتونه منو نجات بده، نگم به فرمان خدا، نگم به اذن الله، معتقد به او باشم، نوعی شرک. دیروز عرض کردم روز پنجشنبه، حسد نوعی شرکه، بخل نوعی شرکه. چرا بخیل هستی؟ میترسی تمام بشه؟ خدا رو قادر و رازق نمیدونی؟ چرا حسود هستی؟ میگه خدا خوب نکردی این نعمت رو او داده؟ یا خدا قادر نیست به تو بدهد؟ عقیدت چیه؟ با همه اینا شاخه های شرک میشه. اینجاست که میفهمیم مهمترین مسئله ای که ما باید در عمل، در اعتقاد، در بیان، در نوشتن، در گفتن باید حل کنیم، مهمترین مسئله، مسئله توحیده. اگر حقیقت توحید در انسان زنده شود، همه این آثار برچیده می شود. توجه فقط به خداست. اگر آدم اسباب را هم می بیند، میگه این اسباب هم به فرمان مسبب الاسباب هم. تا او فرمان ندهد آتش نمی سوزاند، تا فرمان ندهد آفتاب نمی گرخشد، تا او فرمان ندهد دارو
درمان نمی کند. این میشه حقیقت توحید خالص، گم در عالم اسباب نشدن و پشت اسباب ذات مسبب الاسباب رو دیدن. خب حالا از اینجا میریم نکته دوم بحث مولا درباره این که حالا که حقیقت توحید رو فهمیدی و صفات خدا رو دانستی چی کن؟ فرمود فإذا عرفت ذلك، حالا که این معرفت الله برای تو حاصل شد، فافعل کما ینبغی لمثلک ان یفعله، کاری به جا بیار که شایسته توست، اما تو هم خودت رو بشناس. خدا رو شناختی؟ خودت هم بشناس تا بدانی تو در مقابل او با چه کنی. تنها شناخت خدا کافی نیست، باید خودم رو هم بشناسم. چهار تا صفت برای انسان بیان میکنه که معرفت خود انسان در اون چهار تا صفت. فی صغر خطره، توی آدم کوچکی هست. خطر به معنی ارزشه در این گونه موارد. ارزش تو یه ارزش کوچکی است، خودتو گم نکن. و قلت مقدرته، قدرت و نیروی تو هر قدر هم زیاد باشه جزئیه، کمه. سوم و کثرت عجزه، ناتوانی تو زیاد، خیلی ناتوانی. و عظیم حاجته، سر تا با محتاجی. آدمی سراپا نیاز و احتیاج، سراپا عجز، آدمی کوچک ضعیف در مقابل خداوندی اونچنان باید چه رقم باشی؟ ها حساب خودتو بکن در مقابل چنین معبودی تو باید چگونه باشی. انسان اگر خدا رو نشناسه بدبخت میشه، خدا رو بشناسه خودش نشناسه بازم بدبخت میشه. هم شناخت خیش و هم شناخت الله. گاهی انسان یه خورده به جایی میرسه، خیال میکنه همه کار است، جوان نیرومند سالم، خیال میکنه خیلی قویه، ثروت و قدرت و مقام و شوکتی پیدا میکنه، لشکری عسکری، خیال میکنه قدرتمنده. اما گاهی با یه نسیمی تمام این قدرت ها فرو میریزه. اون وقت انسان میفهمه چقدر ضعیف و ناتوانه. حدیثی از مولا علی علیه السلام در همین نهج البلاغه کلمات قصاره راجع به ضعف و ناتوانی انسان بخوانم تکمیل بشه این بحث. حدیث همون جمله 49 از کلمات قصاره، جمله 49 از کلمات قصار. فرمود مسکین ابن آدم، بیچاره و ناتوان، این فرزندان آدم هم. بعد مولا شرح میده در یه عبارت کوتاه، ببین چقدر ضعف و ناتوانی انسانو مجسم کرده. عالی. مکتوم العجل، یه ضعفه، سلامت عمرش نمیدونه، پوشیده است، هیچ کس نمیتونه بگه یه ساعت دیگه زنده است یا نه، یه روز، یه ماه، یه ساعت، نه یه ساعت. برای اینکه مردن انسان کار مشکلی نیست. قلب ضربان داره، ضربانی که قلب داره به خاطر رگهای خونی هست که در اطرافش میگذرد. اگر یکی از این رگهای خونی که قلب رو تغذیه میکنه بند بیاد، بند دامننش هم خیلی ساده است، این خون از رگ انسان که بیرون میرزه لخته میشه، داخل رگ لخته نمیشه،
بیرون لخته میشه، اما اگر سیستم خون به هم بخوره داخل رگم لخته میشه. تا لخته بشه به اندازه سر یه سنجاق این لخته میاد راه یکی از رگهای قلب رو میگیره. گرفت، سکته قلبی، قلب از کار افتاد. این خونی که طبیعتش لخته شدن، فرمان بهش داده شده داخل رگ لخته نشو، اگر یه لحظه این فرمان برداشته بشه به اندازه یه سر سوزن این خون تو رگ لخته بشه، راه یه رگ رو میبنده. حالا اگر این رگ اطراف قلب راش بسته بشه سکته قلبیه، اگر از طریق این شریانهای گردن آمد تو مغز، اون مویرک هایی که در مغزه یکی از اونها رو مسدود کرد، نصف بدن، تمام بدن، زبان، صورت، چشم، گوش از کار بیفته. خیلی ساده است. مکتوم العجل. انسان بیچاره تاریخچه مرگ و زندگیشو نمیدانه، ولو جوان سالم قدرت نه ساده نمیدونه. تازه اینا از درونه، از بیرونم که هر ساعت یه حادثه هست. یه نفر از دنیا رفته در قم، 11 نفر سوار اتومبیل شدن بیان برای مراسم تشییع و مراسم عزاداری، اتومبیل تصادف کرد، هر 11 تا رفتن دنبال یه نفر. خیلی ساده است دیگه. وقتی اینقدر ساده هست، مکتوم العجل. زلزله میاد، صاعقه میاد، بیماری میاد، حادثه پیش میاد. این اولین نشانه ضعف این بشر، این بشر مغروری که یه وقت چنان مغرور میشه که جز خودش هیچی رو نمیبینه، هیچی. مکتوم العجل، مکنون العلل، یعنی بیماری هاشم پوشیده است. مکنون یعنی پوشیده، مکتوم یعنی پوشیده، هر دو به یه معنیه. اون پایان عمرش مکتومه، این علل بیماریش مکتومه، یعنی عوامل بیماریش هم مشخص نیست. انواع میکروب ها در وجود او، در خون او، در آب او، در لباس او، در بدن او هستن. مکنول علل، عوامل بیماری، اونم پنهانه. محفوظ العمل، بیچارگی دیگرش این است که نامه اعمال او تمام اعمال او رو ثبت میکنه، باید تمام اینها رو جواب بده. اینم یه مشکله، یه بیچارگیه. حتی این نفس کشیدنهای ما، سخنان ما، قدمهای ما، چشم ما این ورمون ورگردش میکنه. یه آقای توی مجلس این نشست، ما به چشممون به رفیقمون اشاره کردیم، آقا رو ببین، همینو یاد داشتش میکنه، همین گردش چشم یاد داشت میشه. به عنوان مسخره مؤمن روز قیامت باید جوابش داد. محفوظ العمل، تعلمه البقه، یک پشه او رو ناراحت میکنه. پشه آمده توی اون اتاق، حالا آقا فرض کنید رئیس جمهور آمریکا باشه، فرق نمیکنه، پشه که اومد ناراحتش میکنه، باید بیان سمپاشی کنن، چنین کنن، چنان کنن، هر کی میخواد باشه، از دست یه پشه عاجز میشه. حالا اینا پشه های سالمه، به اصطلاح پشه هایی هست که یه بار بشینه یه نیش بزنه مرگ دنبالش. هر آفریقا پشه هستن، وقتی میگه زن بعدش مردن حتمیه، همچین خطرناکه. حالا اگر به این پشه هم خدا یه همچین فرمانی داده بود چی میشد؟ چی میشد؟ تعلمه البقه و تقتله الشرقه، یعنی یک گلوگیر شدن آب یا غذا میکشدش. نمیدونم در همین ایام گذشته دیدید
در جرائد نوشت. چیز دیگری بچه کوچک آمده بود پای تخته یا نشسته بود تو کلاس با این مداد پاکن بازی میکرد. یه تکه کوچک از مداد پاکن جدا شد، به جای این که برود توی دستگاه قضا رفت توی دستگاه تنفس، افتاد و برو بالا پر زد و رسوندنش بیمارستان مرد. یه قرص که انسان میخوره جای عوضی بره در هیچ کجا درمانم نداره و چیز خطرناکی. یه سکه کوچک، یه دانه گندم، یه قرص بره راه تنفس رو بگیره هیچ کارش هم نمیش کرد. حتی امروز هم هنوز نتوانستن از طریق جراحی مشکل رو حل کنن. تقتله و شرقه، گلوگیر شدن آب یا غذا میکشدش. و تنتنه العرقه، چقدر جالب میفرماید این انسان زیبای خوشگل خوشبو یه حرکت و تقلایی کرد بدنش عرق کرد، بعد از یه ساعت بوی بدن بلند میشه. این آدم بو میکنه چه بوی؟ فرمود مسکین ابن آدم، بیچاره این بشر، ضعف و ناتوانی خودش فراموش میکنه. همین عرقی که از تنش بیرون میاد، همین غذایی که میخوره، همین پشهی که رو بدنش مینشینه، همه اینها انسانی همچین موجود کوچک ضعیف ناتوانی هست. پس ای انسان چرا خودتو فراموش میکنی؟ چرا؟ من نمیدانم این داستان رو برای شما عرض کردم یا نه، اگر عرض نکردم اولین بار باشه، اگرم عرض کردم برای بعضی ها تکرارش مایه عبرت. رضا خان یه وزیر داشت به نام تیمورتاش، مرد بسیار خطرناکی بود، وزیر دربار گویا بود، خیلی قدرت پیدا کرده بود در زمان رضا خان، به طوری که هیچ کس جرأت نمیکرد بگه بالای چشم تو ابروست. واقعا خطرناک بود و قدرتمند. تمام قدرت رضا خان در تیمورتاش خلاصه می شود. بعضی از آقایون علما برای من این جریان نقل کردن، قریب به این که یه روز مجلسی از علما بود و پیامی آورده بود از طرف رضا خان اونجا، خیلی مغرور و متکبر رفت بالای مجلس نشست و اعتنایی هم به علما نکرد و یه نگاهی به علما کرد، گفت شما جمعیت آقایان روحانی این حرف حسابتون چیه؟ اولین حرف شما این است که خدا هست. من هزار تا دلیدم که خدا نیست. ایداد بیداد، این چقدر مغرور است و همینطور علکی داره حرف میزنی. آقایونم نگاه کردن دیدن یه آدمیست دیوانه، اصلا قابل بحث نیست. خیلی خوب، هزار تا دلیل. چیزی نگذشت رضا خان به تیمورتاش خیلی بدبین شد. اینایی که وزیرهایی که قدرتمند میشن غالبا مبغوض میشن، چون احتمال دارد که قدرت رو از طرف دست طرف بگیره. شاید هم به رضا خان گفتن میخواد قدرت از دست تو بگیره و گفت بندازش زندان. رفتن انداختنی زندان. یکی از علمایی که اون روز تو اون مجلس بود گفت من برم زندان یه دیدن ازش کنم ببینم حال و هواش چطوره. اون هزار تا دلیل همراه داره یا نداره. رفتیم و پشت میله‌های زندان دیدیم قدم میزنه تو این سلول اتاق انفرادی، اینم و میاد اون وقت داره شعر میخونه. گوش داریم ببینیم چی داره میخونه. ما به اینجاش رستیم، دیدیم داره میگه ما همه شیران ولی شیر علم، یعنی ما شیرم که باشیم مثل این شیرهاییست که رو پرچم هاست، عکسه، باد تکونش میده، خیال میکنن مردم داره حمله میکنه، غافل از این که عکسه، نقشه، باده که اینو تکون میده. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم،
حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. دیدیم نه چه موحده قلیزی هم شده، کم کم داره وحدت وجودی هم میخواد بشه. دیدیم نه، سلام علیکی کردیم و گفتیم تا اینجا آمدیم صحبتی کنیم. وقتی منو دید گفت خب برای چی؟ گفتم آمدم یه مطلبی بهتون بگم. یادتونه اون مجلس گفتید هزار تا دلیل دارید برای اینکه خدا نیست؟ من آمدم با یه دلیل جواب هزار دلیل شما رو بگم. خدا همون کسیست که تو را از اون اوج قدرت آورد در پشت این میله های زندان ذلت بار. تو خیال کردی همین قدرت ها دست توست؟ مغرور شدی؟ غافل شدی؟ حالا بسم الله. مسئله اینه، بشر قدرت خودشو که فراموش کرد، خودشو قوی دید منکر خدا میشه، رفت تو زندان ضعف خودشو فهمید خدا پرست میشه، جان فدای آن که ناپیداست با میاد این برد. ولی اولیاء الله کسانی هستن که هیچ تفاوتی برشون نمی کنه. روی تخت سلطنت و حکومت باشن یا تو زندان. علی علیه السلام موقعی که مقام خلافت داره، با اون موقعی که گوشه خانه نشسته، روحش همانه، لباس همون لباس کراسه، عبادت همون عبادت شبانه است، تواضع همون تواضعه، هیچ فرق نمی کنه. اینا مردان باظرفیت و شخصیت های باظرفیت. در حال من سخنو کوتاه کنم، یه جمله اضافه کنم. دیروز بحمدالله روز قدس در قم که من از نزدیک دیدم خیلی جالب برگزار شد. به راستی مردم بیداری و آگاهی خودشون رو نشان دادن و مشت محکمی کوبیدن. خیلی مجلل بود این راه پیمایی در قم، و من فکر میکنم در شهرهای دیگر هم، حالا در حد قم نباشه، قم انتظارات بیشتری ازش هست، ولی باز هم اونجا با شکوه بوده همونطور که خبر دادن. و بدانید اینها بسیار مؤثره. از نظر سنن و آداب هم ما آخرین ساعات سال گذشته رو داریم طی می‌کنیم و در آستانه سال جدید هستیم و طبق حساب تقویم نویسا در آستانه افطار سال نو فرا میرسه. سعی کنید سال نو ما تشریفات نباشه. یه سنت‌های حسنی است، اونا رو باید زنده نگه داشت. یه سنت های زشتی هم هست، اینا باید حذف کرد. اسلام هم حذف کامل نمی کنه، انتخاب می کنه، خوباشو می گیره بعداش حذف می کنه. یا محول الحول والاحوال، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال. حول حالنا الى احسن الحال معنیش این نیست که لباس من نو بشه. حول حالنا، خدای اخلاق منو عوض کن، افکار منو عوض کن، حالات زشت منو عوض کن، احسن الحال به من بده. نه حول بیوتنا، البستنا، لباسمون عوض بشه، خانمون عوض بشه، ثروتمون عوض بشه، مرکبمون عوض بشه. این از خدا نمیخوایم. حول حالنا الی احسن الحال. خوبه لحظات سال تحویل مردم واقعا متوجه خدا بشن، خودشون به خدا بسپارن، قلبشون رو پاک کنن، کمک به این و اون کنن، خانواده های فقیر رو فراموش نکنن، بی بضاعت ها رو فراموش نکنن، اونهایی که جلو زن و فرزندشون شرمنده میشن، جلو شرمندگی اونها رو بگیرن. اینا یه سلسله مسائل اخلاقی انسانیه، در آستانه سال نو حسابی انجام بشه بسیار خوبه. من عرضم رو کوتاه می کنم.